محسن شایان هستم، مدیر فروش شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی که توی حیطه مانیتورینگ های علائم حیاتی الکتروکاردیوگراف و ونتیلاتور فعالیت میکنیم. ما کلا زمانی که کارمون رو شروع کردیم از اونجایی که دستگاه تولید داخل نبود و دسترسی به این دستگاه با اون مبالغ بالایی که بود یه مقدار سخت بود، ما به فکر افتادیم که این دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی رو تولید کنیم و به این طریق به جامعه پزشکی کشور کمک کنیم. همزمان با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در روند کنترل علائم حیاتی بیماران در بخش‌های ویژه، سیستم‌های مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار به عنوان یکی از اجزای اصلی و غیر قابل حذف این بخش‌ها درآمده است. این سیستم‌ها عموماً بر مبنای یک سیستم کامپیوتری بنا می‌شوند. به این معنا که وقتی ساختار آنها را به لحاظ سخت افزاری بررسی می‌کنیم، می‌توانیم اجزای یک کامپیوتر کامل را در آنها مشاهده کنیم. این دستگاه تقریبا یک چهارم قیمت دستگاه‌های خارجی هستش و به این طریق تونستیم توانایی دسترسی بیمارستان‌های مختلف به کشور برای استفاده از این تجهیزات بالا ببریم. ما از زمانی که شروع کردیم تصمیم بر این داشتیم که این دستگاه با دستگاه‌های روز دنیا برابری کنه و چیزی کمتر از اونها نداشته باشه. به خاطر همین بخش تحقیقاتمون رو خیلی فعال کردیم و سعی کردیم که دستگاهی تولید کنیم که از استانداردهای بالایی برخوردار باشه و همین قضیه باعث شد که شرکت دانش بنیان بشیم و ما انرژیمون در کنار بحث تولید، قسمت عظیمی از انرژیمون روی بخش تحقیقاتمون فوکوس شده. دستگاه مانیتور علائم حیاتی که به آن مانیتورینگ فیزیولوژیک هم میگویند، جهت نمایش سیگنال های حیاتی بیمار در بخش های مراقبت های ویژه، اورژانس و اتاق های عمل به عنوان یکی از تجهیزات ضروری و لازم به کار می روند. این دستگاه برای نمایش علائم حیاتی بیمار به طور مستمر به کار می رود و اطلاعات مربوط به بیمار را جمع‌آوری کرده و در شرایط نامطلوب بیمار هشدارهای لازم را به تیم پزشکی می دهد. مانیتور بیمار پارامترهای بسیاری را از بیمار با استفاده از روشهای مختلف ثبت می کند. این پارامترها شامل مواردی همچون دمای بدن، ضربان قلب، تنفس، میزان گازهای تنفسی و میزان گازهای خونی و فشار خون است. برای آینده روی پروژه‌های جدیدی داریم کار می‌کنیم که انشالله در سال‌های آینده محصولات دیگری وارد بازار کنیم. همین الان دو تا محصول داریم که هنوز نتونستیم مجوز اداره تجهیزاتش رو بگیریم که انشالله با دریافت این مجوز وارد بازار خواهد شد. علاوه بر اون روی محصولات دیگری هم داریم کار می‌کنیم که انشالله بعد از اینها وارد بازار خواهد شد.